بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه، اولین روز ماه آبان سال 1394 و برابر است با 23 ماه اکتبر 2015 میلادی. این برنامه از واشنگتن به شما تقدیم میشه. اسمش هست سربی با مردم. دلیلش این هست که از شما دعوت میکنیم که شما هم به عنوان مردم در برنامه ها شرکت کنید، حتی در تلویزیون مردم برنامه های خودتون رو داشته باشید. همین اول برنامه از شما خواهش میکنم اگه این ویدیو رو از روی یوتیوب یا فیسبوک تماشا میکنید، با دوستانتون در ایمیل یا در صفحه های فیسبوک، یا این روزا انقدر دیگه زیاد شده که آدم واقعا یادش میره کجا به کجاست، اینستاگرام، تلگرام، نمیدونم اگه هنوز تا هنوز اون چی بود چیزهای قدیمی تر که از بین رفتن دیگه، اونا رو استفاده میکنید، با دوستانتون در میون بذارید، اونها رو هم دعوت کنید تا بیان در این بحث و گفتگوها شرکت کنند. خیلی خوشحالم، ممنونم از دوستانی که از روز چهارشنبه تا همین امروز صبح تماس گرفتن و گفتن که نه آقا، شما همین روشی که داری با این برنامه ها اجرا کن و صحبت های دوستان یا دشمنانی رو که شما رو میخوان مجبور کنن روش برنامه رو عوض کنید اصلا گوش نده. سعید عزیز از کالیفرنیا گفت که با آقای مونتی توی انگلستان پیشنهاد کن که برنامه های آقای جان استوارت رو ببینن، با وجودی که الان جان استوارت برنامه هاشو تعطیل کرده و فعلا برنامه ای نداره و منتظر هستیم تا ببینیم چه چیزی رو به اصطلاح به مردم به صورت مژده و سورپرایز یا سورپریز میاره میگه. برنامه های ایشون رو که نگاه کنید شما میبینید خیلی از آمریکایی‌ها اخبار رو در طی روز گوش نمیدادن، به این دلیل که اخبار رو توسط آقای جان استوارت بشنوند و دیدگاهی رو که اون داشت ببینن. و هیچ اشکالی نداره اگر یه دوستی با نظر من مخالفه، هم نظر من رو بشنوه، در موردش فکر کنه، هم به من نظرش رو اعلام کنه تا ما هم به اصطلاح از نظر ایشون استفاده کنیم، یاد بگیریم و بریم تحقیق کنیم ببینیم شاید ایشون درست بگیم. امروز چون جمعه هست، ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد از ایران ویدیوهایی رو ارسال میکنن و ما هم برای شما پخش میکنیم. پس از اون برنامه آقای شبستری. آقای شبستری چهارشنبه آخر هر ماه برنامه دارن در تلویزیون مردم و اگه اشتباه نکنم این چهارشنبه آخری که 28 باشه ایشون 48 تا برنامه اجرا کرده، یعنی میشه گفت 4 سال. و ما خوشحالیم که ایشون هم میاد صحبت میکنه، نظراتشون رو میگه. اگر با ایشون هم خواستید تماس بگیرید، در طی برنامه آدرس پستیش رو میذاره، در طی برنامه تلفنش رو نمیدونم تلفن رو میذاره، ایمیلش رو میذاره، تلفنش رو نه، و کار خوبی هم میکنه. و روی فیسبوک هم با همین اسم فرزاد شبستری شما میتونید ایشون رو پیدا کنید، باهاش در تماس باشید. ممنونم از یکایک شما. تشکر از بینندگانی که تماس گرفتند و خواستند که من همین باشم که هستم و همین روش رو ادامه بدم. پیشنهاد آقای سعید از کالیفرنیا به آقای مونتی و دیگر بینندگان، لطف کنید برنامه های جان استوارت، جان آلیور که اون هم تازه اومده، قبلا هم همین تو برنامه‌های جان استوارت بوده، اون رو هم ببینید. و اما گویا در ایران ایام تاسوعا و عاشورا هست و خیلی از دوستان برای من این ویدیوها رو میفرستن، آقا اینهایی که میگن دیگه هیچ نفر تو ایران طرفدار اسلام نیست و همه برگشتن و 100% در اصفهان اینجوری و در تهران اونجوری، پس اینا کیان؟ ضمن اینکه منم با شما هستم و همین سوال رو میپرسم، ولی یادمون باشه من بارها گفتم تبلیغات، رادیو و تلویزیون میتونن مردم یک کشوری رو در عرض 6 ماه عوض کنن. اصلا فیلم هایی هست اینجا که طرف با برادرش مثلا توی دستشویی روی 1 دلار شرط بندی میکنه، میاد یه آقایی رو بدبخت میکنه، از عرش به فرش میرسونه و یه گدایی رو توی خیابون از فرش به عرش میرسونه. در هر صورت من باورم اینه، مردم
این روزها مخصوصا دختر پسرها جوانها توی این ایام آزادی به دست میارن که بیان بیرون همدیگر رو ببینن بدون اینکه کسی مزاحمشون بشه. یعنی اگر یه برنامه‌ای بشه و آخوندها بگن آقا ما عاقل شدیم و مثل مسیحی ها میخواییم بریم واتیکانی داشته باشیم و بریم دین رو از حکومت جدا کنیم و هر حاکمی که بیاد اگر آزاد کنه لباس پوشیدن رو، شما میبینید همین که تا دیروز 4 روسری و مقنعه و شلوار و کفش و نمیدونم میپوشید لخت و پتی میاد بیرون. و این چیزیه که تأثیر میدیا، رسانه ها، تبلیغ، حکومت های دولتی، حکومت ها روی مردمه. و این هست که ما امیدواری در کشورمون ایران یه جوری بشه که میدیا از دست دولت و حکومت بیاد بیرون و به دست مردم، تلویزیون های مردمی زیاد بشه. این هم در رابطه با تاسوعا و عاشورا چند تا عکس هم هست بهتون نشون میدم. یه دوستی من گفت که آقا اگه امکان داره با آقای سرهنگ یدالله شریفی راد یا شریفی راد مصاحبه داشته باشید. ایشون کتابی نوشته به نام Flight of a Patriot. Flight of a Patriot یعنی پرواز یک وطن پرست. و گویا ایشون در زمان شاه خلبان بوده، در زمان حکومت خمینی اینها هم به جنگ و اینها رفته، ولی بعد به جرم جاسوسی برای آمریکا انداختن زندان، حتی تا پای اعدام رفته، ولی شانس آورده بعد از 1 معلوم شده که به اصطلاح این برچسب ها بهش نمیچسبه و آزادش کردن و ایشون هم آمده و در کانادا زندگی میکنه و گویا در کانادا در یک سوپرمارکتی مشغول کار هست. بعضی از دوستان هی گفته بودن آخ اوخ آخ ناله، گفتم من افتخار میکنم به خلبانی که آمده اینجا، مثل اون تیمسارای عقب افتاده، مثل اون سرهنگای عقب افتاده نمیاد هی بگه من فردا میخوام انقلاب کنم پس فردا میخوام انقلاب کنم. حقیقت رو قبول کرده، رفته دنبال زندگیش، رفته دنبال اینکه یه زندگی خوبی رو برای بچه‌هاش تأمین کنه و از طرفی با نوشتن کتاب، با فعالیت مردم رو هم آگاه میکنه. این نظر منه، حالا اگه شما با نظر من مخالفید هیچ اشکالی نداره. خانم نیر امروز به من گفته بود که آقای سربی من منتظرم تا به زودی با شما یک مناظره‌ای داشته باشم. خب نیر خانم میذاشتی دوشنبه، حالا ما ویکند شنبه و یه شنبه همینجور جونمون میلرزه، اقلا میذاشتی دوشنبه بهمون میگفتید که یه مقداری به اصطلاح این ویکند بهمون خوش بگذره. البته من بارها گفتم و یکی از شاید دلایلی که تونستم 20 سال با این دوستان و با این دشمنان دوام بیارم همینه که میگم هیچ اشکالی نداره که شما 100% مخالف نظرات من باشید، ولی بیاین مثل دوتا دوست مخالف با هم صحبت کنید و دیدید این رو ثابت کردم. شما ببینید من نمیتونم بگم از آقای تیم به اصطلاح کنت تیمرمن دیگه کسی تندروتر داشته باشیم، یعنی من مخالفترین این شخص هستم، ولی میاد تو تلویزیون صحبت میکنه، برید بزنید نگاه کنید. یا اون آقای شاعر اسرائیلی که معمولا شاعرها یک روح لطیفی دارن، طرفدار هر سیاستی باشن همشون به اصطلاح مخالف کشت و کشتار هستن. و ما میبینیم اون آقای بابک اسحاقی اگه اشتباه نکنم، ایشون مثلا از کشتاری که اسرائیل کرده بود با خیلی شعر و شور و هیجان میگفت که همین که شما کلمه کشتار رو توی شعر بیاری دیگه این شعر شعوری توش نیست و از بین میره. این هم این مؤمن بی سواد و کافر با سواد. در سال 1994 پس از صدور فتوای کفر توسط یکی از مفتیان افراطی مصر علیه نجیب محفوظ، بذارید من این عکس رو هم بیارم، شما عکس آقای نجیب محفوظ رو هم ببینید. و ممنونم از سعید و از مسعود میرزا، ماشاءالله چقدر چیز داریم ما دوستان، سعید مسعود همه، سعید مسعود همه فرخنده هستن دیگه نه. و اینم عکس ایشون، این هم کامرای 2 و ما فعلا این رو آف کنیم تایمر عوض نشود. بله، در سال 1994 پس از صدور فتوا، این بعضیا فتوا هم میگن، کدومش درسته
از یه استاد دانشگاه پرسیدن، استاد زبان فارسی بود، گفت استاد گمان درسته یا گمان درسته؟ گفت به گمانم هم گمان درسته و هم گمان درسته. او و ا و ا و همه رو آورد و این هم فتوا یا فتوا نمیدونم. صدور فتوای کفر توسط یکی از مفتیان افراطی مصر علیه نجیب محفوظ، نویسنده شعیر معاصر مصری که بین 1911 و 2006 زندگی کرده بود و برنده جایزه نوبل ادبی 1988، یکی از جوانان غیور و متعصب چاقوی خود را در سینه نویسنده 83 ساله فرو کرد. نجیب محفوظ از این سوء قصد جان سالم به در برد، اما 2 سال طول کشید تا بار دیگر توانست قلم به دست بگیرد. محمد سلماوی نویسنده مصری پس از این رویداد با آن جوان به گفتگو نشست و نخست از او پرسید چرا به نجیب محفوظ حمله کردی؟ مرد جوان پاسخ داد چون او کافر است. سلماوی پرسید مطمئن هستی؟ مگر از او چیزی خوانده ای؟ و پسر جواب داده بود پناه بر خدا، من خوشبختانه سواد ندارم تا این کفریات را بخوانم. خب دیگه این خیلی قشنگ جوابش رو داده بود. اشکال ما از همین نخواندن هست. گفت خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم. و اما بریم سراغ برنامه امروز. حسن ارشاد رو بهتون گفتم ساعت 4 بعد از ظهر. ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه ما معمولا قرار داریم که با آقای دکتر نصر احمدی صحبت کنیم درباره کتاب قانون اساسی. متاسفانه هرچی ما درخواست میکنیم از دوستان که حمایت کنن، سپورت کنن، برنامه ها رو اسپانسر بشن، خبری نیست. و خود آقای نصر احمدی هم نه با ایمیل با مردم تماس میگیره، نه کامپیوتری داره، نه برنامه ها رو میبینه و یکم کار رو مشکل کرده برای ما. و من حقیقتش نمیدونم، هر از 2-3 هفته‌ای که یه نفر پیدا میشه حمایت میکنه، ما میایم یه برنامه میذاریم، میگیم خب اب نداره این برنامه مهمون من. ولی قبول کنید اگه کسی درآمد نداشته باشه و هی مهمونی بده، هیچی دیگه، کارتای اعتباریش هم باطل میشه و بعدم دیگه نمیتونه حتی مخارج زندگی خودش رو بده. ما ضرب المثل داریم، میگه به حال آن کس باید گریست که خرجش که دخلش 19 و خرجش 20، یعنی 19 تومن یا 19 دلار در میاره ولی 20 تومن یا 20 دلار خرج میکنه. ما که حالا دخلمون 19 است، خرجمون 50-60. در اصل بشینید به حال ما گریه کنید، مسلمان ها گریه کنید، ثواب. خب I reflected to them, I shall convey their answer to you when I got it. بسیار عالی دوستان، این ماجرای حمایت رو اجازه بدید من براتون بگم. من اینجا این رو بنویسم. من امروز داشتم برنامه خانم ایمی گودمن رو، معمولا اگه شبا نتونم نگاه کنم فردا صبح نگاه میکنم از رادیوی 88.9، من مهم نیست، میتونید پیداش کنید. و دیدم که اینها دارن سپانسر جمع میکنن، سپورت جمع میکنن و به مردم میگفت که مهم نیست که شما نداشته باشید بگید یه دفعه 100 دلار، بیاین بگید که ما مایی 7 دلار، مایی 8 دلار، مایی 10 دلار، ولی خودتون رو به اصطلاح مسئول بدونید در برابر این رادیو تلویزیونی که مستقل هست و اینها. ما برامون یک چیز جالبی اتفاق افتاد و یه نفر زنگ زد گفت که من حاضرم اسپانسر بشم. و اون دوستمون گفت خب چگونه باید اینها اسپانسر بشن؟ گفتم خیلی ساده است، یا برای شما چک میفرسه یا به حساب بانکیت پول واریز میکنه یا برای ما میفرسه، میگه برای فلانی هست. و ایشون گفت که خب بسیار عالی، من به این شخص میگم. بعد با این شخص صحبت کرد، گفت آقا این خانمش یا همسرش یارکی نمیدونم فلان کاره فلان شرکته، حالا اسم نمیبریم، فلان شرکت کامپیوتری هست و اینها، خیلی پول دارن و حاضر شده کمک کنه و اینها. گفتیم به به چه خوب، ولی گفته که شما تمام چیزاتون رو به ما بگید تا ما مستقیم به اونها پرداخت کنیم. گفتم دوست عزیز این دوتا معنی داره. اول جواب آخری رو بهت بدم که شما میگید این خیلی پول داره و اینها، ما ضرب المثل داریم، میگه از تنگی چشم فیل دانستم
آنان که غنی ترند یا آنان که قوی ترند محتاج ترند. و این دوستی که به شما اینو میگه، اگه آمدیم ما همه چیز رو فرستادیم، حالا بعد معلوم شد، نه این که مثلا بگید برای کجا پست کنم، همه چیزها رو ترانسفر کنید، منتقل کنید به نام من، یعنی اسم و دامین و نمیدونم استریمینگ و اینها. خب دو ماه ایشون لطف کرد، با حسن نیت هم لطف کرد، حالا نمیگیم با سوء نیت آمده جلو، تصادف کرد مرد. خب مایی که نمردیم اینجا هستیم، چیزامون رو دادیم به یک کسی که از دنیا رفته، یا اینکه اتفاقی افتاد آیارس اومد دنبالش، ایشون دیگه نتونست به ما کمک کنه، ما چیزا رو بدیم دست یه نفر بعد بشینیم اینجا. آخه کجای دنیا، چرا ما ایرانی ها تنها ملتی هستیم که میخوایم چرک رو از اول اختراع کنیم و میشینیم میزنیم تو سر خودمون و تمام این پیشرفت های اینا رو که جلو چشممون هست و با یک کپی کردن ساده حاضر نیستیم؟ آقا مثل تمام رادیو تلویزیون ها، شما تو برنامه، تو تلویزیونت، تو نشریات بنویس که ملت اگر واقعا از تلویزیون های دولتی خسته هستید، اگر از تلویزیون های حزب و حزب‌بازی خسته هستید، اگر تلویزیون و رادیوهای آزاد رو میخواین، یا همه اینها رو بریزید دور، بگید اگر از برنامه های من، از تلویزیون ما راضی هستید، ما رو سپورت کنید. به ایشون گفتم آقا مثل این میمونی که شما بگی من جمعه تا جمعه میرم به بچه هایی که گرسنه هستن خوراک میدم و میخوام ببینم شما میتونید پول 10 تا چلو کباب بدی، این به شما بگی که از کدوم چلو کبابی میخوایی بخری، من چک میدم به اون، خب اشکالی نداره. ولی اگر آمد گو آقا از کدوم چلو کبابی، من میخوام زنگ بزنم ببینم گوشتشو از کجا میخره، پول گوشتشو بدم، زغالو از کجا میخره، گازو از کجا میگیره، پیازو از کجا میگیره، خب این که نمیشه، این زندگی اونو میریزه به هم. این یکیه، حالا حسن نیت یا سوء نیت نمیدونم. دومیش اینه که ایشون به شما اطمینان نداره. اگه شما گفتی آقا من مایه 1000 دلار، مایه 10000 دلار مخارجمه، این گفته که این پدر سوخته دروغ میگه، من حالا میخوام بهش ثابت کنم که دروغ میگه. آقا اگه اینقدر خرجته، شما بیا چیزا رو بده من مخارج تو میدم. به ایشون گفتم که شما برای خودت احترام قائل باشو، بگو ببین من که نمیخوام بیام از تو گدایی کنم، من اصلا هیچ خرجی ندارم، هیچ هزینه ای ندارم. بارها بهتون گفتم این تلویزیون هایی که میگن مامای 80000 دلار خرجمونه، لابد خرج دوا و دوست دختراشون و ماشین هایی نمیدونم چه آنچنانیشون و کازینوی آنچنانیه، و الا این کار کم هزینه ای هست، ولی بیشترین هزینهش عمره و وقت خودمی که میذارم. آقا خانم وقتی که من میام اینجا جمعه 2 بعد از ظهر باید بیام، اگه این روز یک کاری پیدا بشه که دیروز یکی از خواننده ها از نیویورک و از کالیفرنیا آمده بودن اینجا و خب ایشون لطف کرد به من زنگ زد، من اگر به هم بگه فردا میخوایم یه فیلم برداری کنیم شما بیا فیلم برداری، میگم ببخشید من جمعه نمیتونم بیام چون برنامه دارم. به شما احترام میذارم، عمرم، جونم، وقتم رو گذاشتم در اختیار شما و بابت این کار میخوام که شما حمایت کنید. اگه شما به من اطمینان نداری، اصلا من نمیخوام شما رو، ببخشید اینو میگم، ما گور پدر اون کمکی که شما میخوای به من بکنی و گور پدر این درخواستایی که بیا آقا نمیدونم سند ازدواج تو نشون بده، سند کارت نشون بده و این اوضاع و احوال. مثل این میمونه که شما بری به یه دوستت بگی شما که هر روز سوار این ماشین میشی، من این ماه به دلیل تصادفی که کردم قسط ماشین رو ندارم، اونم بگه چند کم داری، شما بگی 300 دلار، بعد بگه اوکی شما برو اسم و آدرس نمیدونم دیلرشیپ رو به من بده، من میخوام به اونها پول بفرستم. خب این همین اول نشون میده که یعنی من به تو اعتماد ندارم، تو حتما معتاد هستی، میخوای 300 دلار رو بگیری هروئین بکشی. حالا ما قبول میکنیم، میگیم این میخواد خیلی لطف کنه مستقیما با اونها تماس بگیره، بعد به اونا که زنگ میزنه بگی ببین اصلا شما سند این ماشین و اینها رو بکن به اسم من، چون ما حالا دارم یه ما این کجای دنیا اینجوریه؟ چرا ما ایرانیا وقتی که میایم یه نفر که اول بهش میگیم شما خدا هستی، شما اینقدر وارد هستی، من میگم بابا حاصل 20 سال کار کردن توی تلویزیونهای مختلف رو من دارم مجانی اینجا در اختیار شما میذارم، من فهمیدم اون پدر سوخته ای که زنگ میزنه به آقای نصر احمدی میگه من پول میدم به سوربی،
این بی خوده آقای نصر احمدی، برو ازش بپرس بگو به شما پول بده. بعد شما هم خیلی ساده به من پول بده، اصلا پول انقدر از اون بگیر که خرج زندگیت، با حماس رفتنت، نمیدونم تعطیلات رفتنت از اون در بیار، ولی بابت هزینه کم این تلویزیون شما باید پرداخت کنی. من نمیفهمم این کجاش مشکله که ما ایرانیان نمیتونیم این رو حذف کنیم. بریم سراغ برنامه ها و کمتر بگیم که دیگه ما کار هر روزمون شده تعریف کردن و نمیدونم نق زدن به شما دوستان، باور کنید خودمونم خسته میشیم. دوستان حتما تو رادیو تلویزیون های مختلف شما هم مثل من اوقات بیکاریتون رو صرف میکنید و میبینید که یکیش میگه که این پولی که ایرانی ها میگیرن ملاها میلیاردر میشن، یکیش میگه این پولی نیست، یکیش میگه که این پول رو الان میدن، یکیش میگه نمیدونم این به اصطلاح تحریم ها رو الان من میکنن. این من و تو رو بهتون دارم نشون میدم، وبسایت من و تو، و اینجا ببینید این مال همین مال دیروزه، پنجشنبه 30 مهر 1394، اینجا نوشته. ببینید دوستان در بخش سیاسیش نوشته که این بخش سیاسی، در بخش سیاسی نوشته که امپراتوری میلیارد دلاری تحت سیطره آیت الله خامنه ای پیروز توافق وین. آرش عزیزی، من امیدوارم بتونیم با این دوستان صحبت کنیم، ببینیم منظورشون پولایی که خود خامنه ای داشته قبلا، منظورشون این 100 میلیارد دلاریه که الان صحبت شده بعد از این تحریما و نمیدونم برجام و توافقنامه و اینا بگیرن، اینا چرا به مردم راست و حسینی صحبت نمیکنه؟ دیروز باز داشتم یه تلویزیونی رو نگاه میکردم، همون دوست آقای مانتی تیمور لنگ و یه عقب افتاده دیگه که جزو یار و یاورای آقای نوری علاست، و ایشون میگفت که شما ببینید نمیدونم اینا اینجور اونجور، اینا دو تا جمله صبر کنی میبینی حرفای خودش همدیگر رو نفی میکنن، ضد و نقیض هست، ولی کی گوش میده؟ طبق گفته دوستانم آقا اینا از اینا ایراد نگی، اینا فعالین هستن، همشون هم یه دو تا سابقه زندان دارن، یعنی ببخشید من نمیخوام به زندانهای سیاسی توهین کنم، ولی انقدر احمق بودن که یه بار که دستگیر شدن اسیر شدن، دوباره هم دستگیر شدن اسیر شدن، بعد دیگه این زندان رفتن شده براشون شغل. آقای تبرزدی فکر کنم ازش اگه سوال کنی شغل شما چیه، این میگه زندانی سیاسی، این شده شغلش. و جای تأسف که من و شما امیدمون به یک همچین افراد عقب افتاده ای باشه. خب و اما امروز یکی از دوستان میگه آقا ماشاءالله شما بیش از 11,000 تا چیز داری روی فیسبوک، روی فیسبوک مردم تیوی 7703 نفرن، روی فیسبوک شخص خود من 4647 نفرن، ولی دوستان من بهتون گفتم ما یه روزی رسیدیم به جایی که 12 تا صفحه فیسبوک داشتیم، توی یکیش 500 تا، توی یکیش 7000 تا، توی یکیش 2000 تا، توی یکیش 6000 تا، و چند مدت پیش هم فیسبوک آمد مثلا 500 تاشو از بین برد، که خیلی از دوستان از من ناراحت شدن آقا چرا ما رو انداختی بیرون. میگم والا بلا من ننداختم شما رو بیرون، ولی وقتی من و شما میریم منزل یک آدم بی انصافی مثل این پسر جوونه که فیسبوک رو باز کرده، فکر میکنیم اتاق بهمون میده، توی این اتاق میشینیم، هر وقتم دلش خواست ما رفتیم مثلا نون بگیریم و بیایم ببینیم چیزامون رو ریخته بیرون، یا رفتیم نون بگیریم و بیایم ببینیم قفل خونه رو عوض کرده، دیگه ما نمیتونیم بریم توش. مثال ساده براتون بزنم، این تلگرام که الان چند مدته، این از سال 2013 درست شده، ولی میدونی اینا مثل ما نیستن، اول میان آزمایشی بعد هی تبلیغ میکنن به همه میگن و الی آخر. فیسبوک آمده اینو انداخته بیرون، باورتون میشه؟ فیسبوک که ادعای آزادی میکنه آمده اینو انداخته بیرون. بذارید من اینجا یک تغییری بدم و بیام خدمتتون، تا موقع این عکس من رو ببینید که چند سال جوانترم اینجا. بله باشید من هم هستم، و یک چیزی رو من اینجا فراموش کردم، حالا میام خدمتتون. بله خب بریم سراغ همون تصویر ویدیویی. بله خب دوستمون آقای مرداد مجاهد هم دیروز باز یه سری همین صحبت‌های تکراری رو میکنه، و هر چی شما هی بهش میگی آقا
کسی که حرفش عوض شده امروز تو برنامه حتما ببینید، این برنامه آقای محمد کرمی که روز جمعه مهمان ما بودن، هم هفته قبل هم این هفته، و از پیدایش و تأسیس سازمان مجاهدین تا امروز بعد از 50 سال که تبدیل شده به فرقه رجوی صحبت میکردن. شما ببینید یه ویدیوی رو، من نمیدونم، مثلا میخوام ببینم که توی مغز مهرداد، توی مغز آقای فیلابی، توی مغز آقای ابریشمچی که دیدیم چی هست، خالی بود، زنش داره ازدواج میکنه، اون داره کف میزنه، یا اون دوستمون علی آقا از کانادا، ببینم تو مغز اینا چی میگذره. ما که نمیتونیم مغزشون رو باز کنیم، تنها راهی که میتونیم به مغزشون راه پیدا کنیم اینه که از دهانشون بشنویم چی فکر میکنه. آقا مرداد عزیز، شما به من بگو این ویدیویی رو که شما دیدی اونجا، آقای مسعود رجوی مثل این بوغلمونا دیدی، وقتی برای بوغلمون دیگه میخوان ناز کنن، پروبالشون رو چی میکنن، رنگاشون رو عوض میکنن، هی موهاشون رو کم و زیاد میکنن، ناز میکنه با کرشمه و با قرشمه و با غمزه، از خانم رجوی، خانم مریم، نمیدونم چیچیلو، از دانلو دعوت میکنه که بیا و تو نمیری، ما رئیس جمهور کم داریم، بیا رئیس جمهور بشه. اونم با ناز و عشوه میگه که خب من که حالا لیاقت رئیس جمهوری ندارم، ولی شما هرچی تا حالا گفتی بده ما دادیم، بدم ندیدیم، حالا اینم باشه، چشم، میایم رئیس جمهور میشیم. اینو که میبینید شما آقای فیلابی، اینو که میبینید شما مرداد عزیز، اینو که شما میبینی آقای علی از کانادا، اینی که شما میبینی آقای ابریشمچی، چی تو مغزت میاد؟ اون چیزی که تو مغزت میاد لوری، بیا به ما بگو. یادمه با همین آقای فیلابی، با یه دوستی به نام احمد، با چند تا از دوستان دیگه که آقای اصغر عباس‌زادگان هم توش مجاهد بود، رفتیم ریچموند. اون موقع کار میکردیم با هم، صبح از اینجا راه رفتیم، افتادیم رفتیم ریچموند. توی راه ما با سی بی سیتیزن بند، رادیوهای دو تو وی صحبت میکردیم. وقتی رسیدیم اونجا نهار میخواستیم بخوریم، نشستیم یه جای، هوای بسیار خوبی هم بود، با اون دوستمون احمد که مجاهد بود ما صحبت کرده بودیم. از اینجا تا ریچموند 90 مایل، 134 کیلومتر یا بیشتر، 150 کیلومتر. اونجا که رسید این احمد آقا گفت آقا واقعا شما راست میگی، خب مردی که پدر سوخته، اگه قراره هر کسی با هر زنی که کار میکنه توی اداره ازدواج کنه، که زنمون صبح که میره اداره، شب که برمیگرده یه شوهر همراشه. این کسی بود که تونست حرف بزنه، تو آمریکا بود. اون بیچاره‌ای که اونجا دست میزنه، کف میزنه، شما هم فیلمش میگیرید، خجالت بکشید، این فیلم‌ها رو سر به نیست کنید. ببینید فیلمی رو، اصلا مصاحبه آقای محمد کرمی و برنامه کانون رو که به زودی روی بایگانی هم گذاشته میشه. یادتونه اون روز چهارشنبه، برای اونایی که برنامه منو میبینن، ما آمدیم و این آگهی دوستمون پتروس رو خوندیم و اجازه بدید ببینیم کی زنگ میزنه. اونهایی که شمارشون معلوم نیست، اونهایی که بدون نوبت، بدون تماس میخوان همین جوری بیان، عذر میخوان، نمیخوان بگن سرشون مثل گاو میخوان بندازن بیان جلو، اینا رو ما جواب نمیدیم. ولی خیلی ها هستن، تلفنایی که دارن پسرشون، دخترشون یه جوری ست کرده که وقتی زنگ میزنن شمارهشون پیدا نمیشه. اینها اگر مثل آدم، مثل انسان آزاده پیام بذارن، پیامشون در رابطه با برنامه ما باشه، در رابطه با تلویزیون ما باشه، مخالف ما باشه، پخش میکنیم. ولی اینجا ما دیگه تموم شد، اون ممر رو لولو برد که ما بیایم آب بپاشیم، جارو، اول جارو میکنن آب بپاشن، چای دم کنیم، بعد شما بیای اینجا حرفتم که زدی بری تلویزیون بعدی، حرفتم که زدی بری تلویزیون بعدی. و خیلی خوشحالم که تمام تلویزیون ها به این نتیجه رسیدن و شما میبینید الان دیگه از این خبرها نیست. اینم از این تماس، صدای تلفن رو هم بستم. و اما بریم سراغ راجع به آگهی پتروس هندیمن. اگر یادتون باشه اینجوری بود اصلش، بذارید که نوشته بود، اینم من براتون خاموش کنم که نپره رو صورت من. هندیمن نوشته که با 23 سال، که البته الان 25 یا شاید هم بیشتر شده، سابقه کار در آمریکا، پتروس هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهن خانه خیش پیراستن به از خانه اجاره‌ای نشستن. من اون روز گفتم که
من وقتی داشتم این رو میخوندم شعر روون نبود، میزون نبود، نظم نداشت. میدونید که ما شعر داریم، نظم، و یه چیز دیگه هم داریم تو فارسی به نام نثر. وقتی شما میگید نظم، باید این شعر اون وزن و قافیه و اینها رو رعایت کنه و انواع و اقسام مختلف هم داره. من گفتم که این کهنخانه خیش پیراستن باید دنبالش باشه به از خانه دیگران زیستن. و این رو شب پتروس که از کار آمده بود دیده بود و اینها، گفت آقا کجای کاری؟ اولی که من این آگهی رو درست کردم خودم همین رو نوشتم. و اصلا حالا اگه این شعره، نمیدونم مال هر کی باشه، این شعر به این صورت هست، یا اگر پتروس گفته، نمیدونم. پتروس من سابقه شاعری ازش ندیدم، البته اگه یکم بیکار بشه ممکنه شاعرم بشه. ایشون گفت که ببین اینها، من حتی مدرکشم دارم که من اول این آگهی رو دادم به روزنامه های کالیفرنیا که کهن خانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. بعد گفت یه آقای دکتری که دست و قلمی در ادبیات فارسی داره که حالا ما اسمشم نمیبریم، گفت ایشون با من تماس گرفت و گفت آقا این غلطه. گفتیم به به به، درستش چیه؟ گفت اینجوری، گفت ایشون درستش کرد به همونی که شما میگی، بله غلطه، و ما هم یه 50 دلاری به خاطر حق و ذمه به ایشون دادیم. در هر صورت من فکر کنم این درست‌تر باشه. حالا یه بار میخونیم از اینجا، بذارید من این رو هم بنویسم که بعداً همین رو به عنوان آگهی استفاده کنیم برای پتروس عزیز و گرامی. اگر شما هم، بله، وقتی که ما اون روز پرسیدیم و بهروز یه شوخی کرد، بعد پتروس گفت که نه، در ایران به اینایی که کارهای اینجوری انجام میدادن میگفتن استاد همه فن حریف. بهروز اگر پتروس ببینتت مواظب خودت باش. البته این بهروز به یکی از دوستاش یه روز گفته بود که دفعه دیگه که همدیگر رو ما ببینیم یکیمون بیشتر زنده نخواهیم بود. گفت دوستون دیگه ما رفت آمد نمیکنه. خب از اینجا شروع میکنیم. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمان، ببخشید این را از اول بخونم، انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052. تلفن 818-209-6052. اگر کارهایی دارید در منزل که احتیاج به وسیله‌ای داره، خودتون بلد نیستید، والا بعضی وقتا با اون مخارجی که خودتون تایم میذارید، میرید میان، یه چیزی رو اشتباه میخرید، بعد دوباره بده پس، خرابش کردی، بعد بریدی، بعد جا زدی، هر کی از در میاد تو میگه اینو کی درست کرده، جای پاش مونده، بعد شما با خجالت میگید که خودم درست کردم، به این دوستان زنگ بزنید، از سرویس اینها استفاده کنید. و معمولا فکر کنم اولین باری که باشون صحبت میکنید، اینها اون کانسالتنت یا مشاوره اولیه مجانی است. در صورت توی این آگهی ندیدم نوشته باشه که کارهای بورلی هیلز رو قبول نمیکنه، لابد بعدش براش تجربه شده توی اونها که جدیدتر بود، چون شعره هم به اصطلاح تصحیح کرده بود. دیدید ضمناً من چهارشنبه اشتباهی خوندم این نجاری رو، خوندم تجاری، و به ایشون گفتم که من توی اون انجام کلیه کارهای ساختمان و اینها رو، بعد نجاری رو خوندم تجاری. خودت یه پیام برای من بذار با لهجه فارسی، با لهجه ارمنی، چون اینگن اینا لهجه است، من نمیدونم تفاوت زبان و لهجه و اینها رو ما بالاخره نفهمیدیم. اینم از این. و همین جوری که تبلیغات
ریاست جمهوری آمریکا داره پیش میره و اینها هر روز تبلیغ میکنن، هر روز پول درخواست میکنن اینها، از اون طرفم ایمیل ها و اینها زیاد میشه. و دیروز شاهد این بودیم که خانم هیلری کلینتون وزیر سابق، وزیر خارجه که قبل از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بود رو اینجا میگن گریل. گریل وقتی که میذارن یک کسی رو روی اجاق، یک کسی رو که روی اجاق فقط شکنجهگرا میذارن، یه چیزی رو، گوشتی رو، سیب زمینی رو، چیزی رو شما میذارید روی اجاق و گریل میکنید، کباب میکنید. اینو گفتن دیروز به اصطلاح در مجلس یا مجلسین، چون میدونید اینجا مجلس آمریکا دوتاشون توی یه جا هستن، اینجا نیست میدون بهارستان، نمیدونم مجلس نمایندگان شورای ملی یا شورای اسلامی حالا باشه، ما فلانجا مجلس سنا باشه، دوتای اینها یه جا هستن، اتاقای بزرگ، اتاقای مختلف، قسمتهای مختلف. منم چندین بار رفتم، حتی با همین دوستمون آقای مرداد، شاید توی به اصطلاح مجلس نرفتم ولی توی این ساختمان‌های واشنگتن رفتیم که فعالیت کردیم و سازمان مجاهدین رو از لیست تروریست‌ها بیارن بیرون، غافل از این که اینها افتخار می‌کردن که تروریستن، اینها افتخار می‌کردن که آمریکایی‌ها رو می‌کشتن و اینها. و همین آقای رجوی امروز میاد میگه تلویزیون اجاره‌ای مردم، حتی بیشتر از دهنش شکر خورده، گفته تلویزیون مردم فروش. من از شما میپرسم دوستان، سوربی که اینجا نشسته هر کسی وقت بخواد بهش وقت میده مردم فروشه، یا این حرومزاده؟ واقعا آقای فیلاوی کلمه حرومزاده برای این شامورتی کلمه خیلی خوبیه، یا این حرومزاده که دو روز شده بود ملیجک صدام، حالا شده ملیجک آمریکا، ملیجک اسرائیل، ملیجک عربستان سعودی. آقای فیلاوی، من آدم هستم یا این شخص مزدور؟ بیاین جلو حرف بزنید. من عمدنم اسم شما رو میارم که شما تو برنامه ها نیای به خانم من بگید ببین چی کار میکنه سوربی، چه کار میکنه، دزدی کردم، از عراق پول گرفتم، آدم کشتم، به ایران حمله کردم. شما که از همه بهتر میدونی روزی که شما، نمیخوام بگم با پول مجاهدین، با خرج خودتون 100 نفر 200 نفر مجاهدین رو میبردید کروز روی دریاها، برید عشق کنید، شنا کنید، شما اهل مشروب نیستی، میدونم پدرت قول گرفته ازت مشروب نخوری و بهش وفادار بودی، اونای دیگه مشروب بخورن و هر کاری دلشون میخواد بکنن، مگه من و برادرم اینجا نمیشنستیم کامیونای شما رو نگهداری میکردیم؟ مگه من و برادرم حتی رانندگی برای شما نمیکرد؟ استاد دانشگاه شیراز، خجالت بکشید آقای فیلابی، بزنید تو دهن اینها، بهشون بگید خفه شید اگه میخواین اون لقب پهلوانی تو نگه داری. ممنونم از شما. بعد دوستان میگن آقا عصبانی نشو. ممنونم از آقای افشارها، به من گفته بود که آقای سوربی عصبانی نشو، شما وقتی عصبانی نیستی بهتر میتونی با منطق و اینها صحبت کنی. بهتر چیه دوستان؟ اصلا شما تا عصبانی میشی منطق میره بیرون و غیر منطقی میشی. عصبانیت درست مخالف منطقه، و الا اگر کسی منطقی باشه لازم نیست صداشو زیاد بلند کنه، لازم نیست داد بزنه، لازم نیست فریاد بزنه، لازم نیست دیگران رو متهم کنه، میاد منطقی صحبت میکنه. این هم از این ماجرا. این مقاله من و تو رو ببینید که راجع به میلیارد دلاری صحبت میکنه. از اون ور آقای حسین مختار زیبایی که هم مقاله ایشون رو دو بار روی فیسبوک گذاشتم، هم ویدیوشون روی فیسبوک لینکش هست، میتونید برید ببینید، در رابطه با عاشورا و تاسوعا نوشتن سلام بر حسین مظلوم، سلام بر فرزندان مظلوم حسین مظلوم، سلام بر یاران مظلوم حسین مظلوم. آقا این چرا اینجوری میکنی؟ سلام بر تاسوعای حسین مظلوم، سلام بر عاشورای حسین مظلوم، سلام بر کربلای حسین مظلوم. بعد آخرش نوشته که ملت ایران که شعور حسینی دارد و شعور حسینی ندارد. قربونت برم، اگه امام حسین شعور داشت نمیمد 72 نفر رو ببره توی اون صحرایی که از یه طرف میگن نمیدونم بغل دجله و فرات هست اون آب و اینها، از یه طرف میگن خشک و بی آبه که ما نمیدونیم به چه سازشون برقصیم. اگه شما امروز جای امام حسین بودی میومدی زن و بچه جوونت رو ببری با نمیدونم یزید و معاویه در بیفتی؟ چرا میگی شعور؟ بگو آقا شعور نداشت. اگه ایشون امام بود، اگه میدونست که خدا بهش گفته امروز کشته میشی، به مردم میگو من قرار فردا برم کشته بشم، شما برید دنبال کارتون.
یه کمی شما هم تخفیف بده. ممنونم. و اما طراحی راهبردی مهاجرت به مثابه یک سلاح جنگی. این آقای آیبیش یا ایبیش شیری چیزایی رو ترجمه میکنه، خداییش من نمیفهمم ایشون چی میگه. چندین بارم ازش خواستم که بیاد حرفایی رو که میزنه برای من ترجمه کنه، بعد گفته که من با کامپیوتر اینها بلد نیستم و فقط بلدم بنویسم و ایمیل کنم. البته خیلی از این دوستان معمولا این رو دروغ میگن، نمیخوام بگم ایشون دروغ میگه، معمولا این رو دروغ میگن که ما دیگه کاری به کارشون نداشته باشیم و دست از سر کچلشون برداریم. با درآمدن شهر اورگاید از چنگ داعش، ارتش سوریه توانست کرانه سوریه مدیترانه را آزاد کند. در مسکو شبکه خبری تصویری روسیه 24 همزمان با حضور بشار اسد در مسکو اعلام کرد ارتش سوریه تحت پوشش هواپیماهای روسیه موفق شد شهر سوق‌الجیشی و تاریخی اورگاید را از چنگ داعش در آورده و آزاد کند. تاریخ این شهر به نیمه دوم هزاره دوم پیش از میلاد باز می‌گردد و در شمال غربی سوریه قرار دارد. فاصله اورگاید تا کرانه مدیترانه تنها 1 کیلومتر است و با تصرف آن توسط ارتش سوریه ارتباط داعش با دریای مدیترانه قطع شد. اهمیت قطع این ارتباط در آن است که داعش دیگر نمیتواند از طریق دریا نفت بفروشد و سلاح وارد سوریه کند. این امکان در مرزهای سوریه و ترکیه نیز از داعش گرفته شده است و به همین دلیل نیروهای داعش عملا در تله قرار گرفتن. تصاویری از فراریان داعش در تلویزیون روسیه 24 نشان داده می شود که آنها نقابهای سیاه خود را برداشته و ریشها را تراشیدن تا شناخته نشده و بتوانند خود را به مرزهای عراق و ترکیه برسانند. تلویزیون روسیه 24 روی چهره این افراد متمرکز شده و نشان می دهد که جمع زیادی از آنها دارای موهای بور، پوست سفید و چهره های اروپایی هستند. گفت چی حالا؟ تو خود بخوان شرح این نمیدونم داستان از این مجمل یا مجمل هرچی. و اما ببینیم این چیه. آها، این فکر کنم بله، عزاداران حسینی، که من باور دارم این دوستان اگر همین الان سینماها پولی باشه و این عزاداری خورشت و قیمه و نمیدونم آش و اینها بدن، باز مردم میرن سینما. ولی اگر سینما ها رو ببندن بعد به مردم بگن که بله فقط این عزاداری ها هست، خب مردم هم جایی ندارن میرن اونجا، مردم هم اسیرن، ناراحتن، غم خانه. من یادمه با مادر بزرگم یه دفعه رفتم روزه، بعد مادر بزرگ من زار زار گریه میکرد، به ما یه پالوده هم دادن، ما خیلی خوشحال. توی راه من بهش میگفتم ننه، ازش پرسیدم ننه چرا انقدر گریه میکردی؟ گفت ننه به حال خودم گریه میکردم. باور کنید نصف بیشتره، چون مادر بزرگ ما بنده خدا از همون اوائل جوانی همسرش رو از دست میده، پدر بزرگم رو من هیچ وقت ندیدم، احمد سوربی، و این 6 تا سه تا دختر و سه تا پسر رو خودش با خیاطی و بافندگی و اینها باید بزرگ میکرده و فکر کنم شرح حال خودش گریه و زاریش بیشتر از امام حسین بود. این هم عکسای چیز دیگه، بذارید ببینیم چجوری عوض میشه. آها اینجا باید بزنم. بله، کجا رفتی؟ کامرای 2 اینا رو آف کنم، دوباره برگردیم از نو، که ما نداریم یه دوستی که اینجا بشینه کمک کنه. بفهم نمیدونم ساز و نغاره و تبل و دسته و زنجیر و دیروز روی فیسبوک یک ویدیوی گذاشتم از سینه زنی خانم‌های لور برای اون دوست لورمون، که گفتم با اینها میخواین چه کار کنید. اینجا میبینید که دارن زنجیر میزنن جوانهای خوشتیپ، و اگر اینها در همین ماه محرم یه رژیمی بیاد که سینماها رو باز کنه، فیلمای خوب بذاره، سینماهای جدید بشه، اون وقت میبینیم کی اینجاست کی اونجاست. بله این هم ببینید، اینها با مدل موی جدید و نمیدونم خیلی شیک و مرتب، بعضی هاشون واقعا
مثل هنرپیشه ها میمونن، این پسرای جوون، دختر خانما، اینا رو که میبینه آدم همه ماشاءالله خوشتیب، زیبا و خوشقامت. امیدواریم که زنده باشن و پدر مادرشون داغ اینها رو نبینه. بعد ببینید دیگه خودتون، شلوار جین، موهای ژل زده، ولی زنجیر رو باید بزنه. این هم عکسای دیگه، عکس 14 از 25، عکس 15 از 25، 16 از 25، 17 از 25، 18 از 25، 19 از 25، این 20 از 25. بله 21 هم بهتون نشون دادم، 22 اینه، 23 اینه. ببینید مدل موها رو فقط نگاه کنید، مدل موها، ریش و مو و خوشتیب بودن و اینها. خب این بچه رو شما میدون فوتبال ببری همین تنبک رو بدی دستش، تنبک میزنه، دو 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 ایران میخونه، اینجا بیاری امام حسین، امام حسین میکنه. ای داده بیدم. بله این هم آخرین عکس، 25 از 25. خب ببینم من دیگه اینجا براتون چی نوشتم. بله نمیدونم ساعت 3 دوباره ما زنگ بزنیم به آقای نصر احمدی یا ول کنیم، چون بعضی وقتا اصلا زنگم اگه من نزنم ایشون مثل که یادش نیست. نمیدونم حقیقت، من خسته شدم از اینکه بخوام به غیر از مسئول برنامه خودم باشم مسئول دیگرانم باشم. میدونید که تو تلویزیون های درست حسابی شما فقط مجری برنامه هستی یا ماکسیموم تهیه کننده برنامه هستی. ما متاسفانه اینجا تهیه کننده، مجری، کارگردان، نورپرداز، همه اینها بودیم و هستیم. حالا به غیر از این باید برای دیگران، نمیخوایم بگیم بیبی سیتر، بعد برای اونا هم تهیه کننده باشیم. نمیدونم، میدونید تهیه کننده است که میره دنبال پول، مخارج یه برنامه رو تهیه میکنه، در میاره، میاد به هنرپیشه، به مجری تلویزیون میگه من اینقدر پول دارم میخوام یه برنامه اینچنانی درست کنم. و اما نشریه دولت بهار، برگزاری مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی، اجازه بدید، شب تاسوعای حسینی با حضور دکتر احمدی نژاد در محضر مقام معظم ببینید این، ببخشید این آقای پیر خراسانی یه چیزی میگه، چی مالی خدمت مالی میگه، این خدمت مالی که شاه رو کردیم آریامه، کردیم سایه خدا، این خدمت مالی، خوش خدمت مالی که آقای خامنه ای شده الان آیت الله رهبر و معظم و مقدم و معطر و اینها، اینا هست که اینها رو دیکتاتورتر میکنه. این عکس ها رو من بهتون نشون میدم، شما هم اگر عکس هایی از چیز دارید ببینید. اینجا نوشته ما عاشقان رهبری، این آقا رو اگه ول کنی یه دوره شاه بیاد میبینی بابای این مینوشته که مثلا جانم فدای شاه، حالا یکی دیگه بعدن بیاد یه سرهنگ دیکتاتوری باشه مینوشته من فدای سرهنگ فلانی هم. یعنی ملت به این سادگی عوض میشن. امیدوارم که من اشتباه کنم و شما اگه نظرتون با من فرق میکنه شما درست بگید، ولی اگه نظرتون با من یکیه دوستان، تلویزیونی که با نظرتون یکیه حمایت کنید. آخرین روزهای ماه اکتبر هست و ما ببینید چجوری این رئیس جمهوره که ادعا میکنه منتخب مردم بوده. خب مردک تو چرا تعظیم میکنی؟ مگه در اسلام تعظیم به یه انسان و اینها به اصطلاح حرام، مکروه، مباح نیست؟ مگر ما نباید فقط در برابر خدای بزرگ سر تعظیم فرود بیاریم؟ ولی ببینید خب حالا این آقا مریضه، یه پاش لنگه، ولی همه جا ایشون نشسته اونها یا وایسادن یا نشستن رو زمین. اگه نشستن رو صندلی عیبه، خب چرا رهبر میشینه رو صندلی؟ اگه نشستن رو صندلی عیب نیست، چرا دیگران نمیشینن؟ خب این آقایی که 6 تا انگشت در دست راست و دست چپش کرده و حتما داره نوحه میخونه و مدداهی میکنه، اینو اگه ول کنی تو رژیم بعدی خواننده خوبی میشه تو دیسکو میسکا. اینم آقای خامنه ای که میبینید درست برعکس رهبر مجاهدین که رفته قایم شده، ایشون تا سر صدایی میاد که مریضه داره میمیره، میاد عکاسا هم ازش عکس میگیرن میفرسن
که دیگه هیچ کس نتونه بگه که این، ولی خودش گهگاهی برای که اشک مردم رو در بیاره، ملت ما هم که اشکشون دم مشکشونه، هی میگه من دارم میمیرم، من اگه رفتم اینجوریه، اگه هرچی من گفتم گوش ندادید من یا غیب میشم یا میمیرم، مردم هم زار زار گریه هایی میکنن که برای مردن باباشون چنین گریه هایی نکردن. بستونه تاسوعا و عاشورا یا بازم بهتون نشون بدیم؟ عکس ها زیاده، ملت هم زیادن، بارها گفته میشه که خب اگر شما میگید مردم ناراضیان در ایران، پس اینا کیان؟ اینها حزب باد هستن. اینا فردا گفت طرف با دوست دخترش رفته بود که رستوران میلاد، میعاد چیه؟ رستوران برج میلاد، اینها میعاد داشتن اونجا. بعد گفت این دختره اینقدر قشنگ خوراک خورد که من خجالت کشیدم و دست به خوراک نزدم. گفت آقا دو روز بعد چشمت روز بعد نبینه، در یک نذر و نیازی از این چیزها دیدم که چنان با قابلمه تو سر این و اون میزنه که یه لقمه خورشت مثلا قیمه گیرش بیاد. این ذات این هاست. البته بعضی هاش جوکه، ولی معمولا جوک از حقیقت تلخ ساخته میشه. اینم از این. حالا شما دوستانی که فکر میکنید با مردم در رابطه هستید، به اونا بگید یه روز بیان بیرون، هیچ کاری نکنن، توی خیابونا بشینن، جاده ها رو بند بیارن. آقا رضا پهلوی، این بچه قرن بیستم بلند شده، اون وقتا بچه بود قرن بیستم، رفته آریزونا توی دانشگاه، اونجا انگلیسی صحبت کرده. من نمیدونم خب که چی، اول مهر میشه پیام میفرست، حالا هم لابد روز نهم آبانه راه افتاده، هنوز نهم آبان نشده، امروز اول آبانه، لابد داره میره این ور اون ور، هی سفره بندازن، از این ور سفره های ابوالفضل مامانش میندازه، از اون ور اینم سفره هایی بذاره که از مردم 1500 دلار میگیرن، اون بیچاره ها میرن که عکسشون با این عقب افتاده باشه، که اگر فردا دری به تخته ای خورد اونها بگن بله ما جز اونهایی بودیم که دادیم، منظورم ببخشید پول دادن به شام اینها. آخه بعض وقتا به نظر میرسه که دیگه دادن بد نیست. این دوستمون آقای علی شیرازی یک ویدیویی رو برای من فرستاده، بد نیست با هم ببینیم. ولی دوستان، تو رو خدا، تو رو هر کی که دوست داری، قبل از اینکه این چیزا رو برای دیگران بفرستید، خودتون یه نگاهی بکنید، بعدم به دیگران بگید که بذار من اینو نشونتون بدم، پلیر 4. بعدم مثلا بنویسید که بابا اینجا که اینو گفته، ببخشید پلیر 5، بگید اینجا که اینو گفته من نظرم اینه. ببینید نوشته که شادی حقیقی از آن کسانی است که قلبی مالامال از محبت دارن. خب تا اینجا شی چشکاری نداره، ما روزانه 100 تا از این نصیحت ها توی فیسبوک، توی ایمیل برامون میاد، همون موقع یه لحظه میگیم برای فکر خوبی آدم خوش ذاتی بشیم، همون موقع داریم به یه نفر فحش می‌نویسیم. خب ما هم معتقدیم علی جان که شادی حقیقی از آن کسانی است که قلبی مالامال از محبت داشته باشه. حالا ببینید چی نوشته. از لقمان حکیم نقل می‌کنند که فرمود، دوستان ببینید چی نوشته ها، لقمان حکیم، این حکیم مملکت ماست، فرمود من 300 سال با داروهای مختلف مردم را مداوا کردم. یعنی چی؟ مثلا یکی اگه از من بپرسه، من میگم آقا من 10 سال درس دادم رشته برق، 5 سال اینجا مثلا برای ویرجینیا دیپارتمنت آف ترانسپورتیشن کار کردم، درسته؟ وقتی لقمان حکیم گفته، به گفته این دوستمون 300 سال با داروهای مختلف مردم را مداوا کردم، یعنی ایشون مثلا 320 سال عمرش بوده، 20 سال عمر کرده، بعدم 300 سال مردم را با داروهای مختلف مداوا کرده، حالا توی 320 سالگی داره برای این دوستمون میگه. خب ببینید نباید اینا رو بفرستید. همین اولش نشون میده اون آقا که اینو درست کرده، اون آقا دقت نداره. اتفاقا چون میخواستم راجع به این بنویسم، اسمش اینا رو برداشتم اولش. خب بفرم. 300 سال لقمان حکیم دارو کرده و دیده اینجوریه. ما شنیده بودیم نو
عمر 900 ساله کرده که بعد فهمیدن بابا اون وقتا بلد نبودن، به هر یه ماهی میگفتن یه سال و نو واقعا عمرش طولانی بوده برای اون زمان و اون شرایط، چون اولا معلوم نیست تو چه سالی بوده، انقدر دروغ میگن که خودشون معلوم نیست. میدونید تا چند مدت پیش عمر انسان 28 سال بوده، 30 سال بوده، بعد همینجوری رفته بالا تا الان رسیده به اوریج، میان به اصطلاح میانگینه سنی که مردم زندگی میکنن الان شده 60 خورده، 70 بعضی کشورها 70 خورده. نوشته در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم، یعنی خودش هم میگه 300 سال ایشون مدت طولانی به این نتیجه رسیده که هیچ دارویی بهتر از محبت نیست. پرسیدند اگر این دارو هم اثر نکرد چی؟ لقمان حکیم لبخندی زد و گفت مقدار دارو را افزایش بده، جواب سلام را با سلام بده، جواب تشکر را با تواضع، جواب کینه را با گذشت، جواب بیمهری را با محبت، جواب دروغ را با راستی، جواب دشمنی را با دوستی، جواب خشم را با صبوری، جواب سردی را با گرمی یا جواب سرد را با گرمی، جواب نامردی را با مردانگی، جواب پشتکار را با تشویق، جواب بیادب را با سکوت، جواب نگاه مهربان را با لبخند، جواب لبخند را با خنده، جواب مایوس را با امید، جواب منتظر را با نوید، جواب گناه را با بخشش. هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذارید. مطمئن باشید هر جوابی بدهی یک روزی یک جوری یک جایی به تو باز می‌گرده. اینجا میگه بی جواب نذار، ولی اونجا میگه جواب فلانی رو سکوت. خب وقتی سکوت کردی یعنی بی جواب گذاشتیم، کارمون خیلی خرابه. حتی نوشته هایی که می‌نویسیم درست میکنیم، زحمت میکشیم، وقت میذاریم، یک کم دقت توش نمیکنیم. آقای مسعود سوئیلی عزیز که باز یه بار دیگه بهش تسلیت میگم و من مسعود جان یک کمی واقعا تعجب میکنم، یعنی شما چقدر قشنگ زندگی و مرگ رو قبول کردی که بعد از اینکه خانمت فوت کرد دیدم روز بعد دوباره پشت فیسبوک بودی و پشت نمیدونم ایمیل و برای ماها نوشتی و عکس درست کردی اینا و فردا مراسم به اصطلاح فیونرال یا دفن همسر ایشون هست در کانادا. بذارین این که باز بهش تسلیت میگم، امروز برای من یه ایمیلی نوشت فرستاده بود، من به شما نشون میدم که انگشتر رضا شاه اسمش گذاشته بود. نمیدونم میدونید که این روزا دیگه توی ایمیل ها و اینها اینقدر چیزای دروغ میبینید که خود کوروش آمده گفته والا بلا این چیزایی که این مزخرفایی که سوربی و دیگران میگن از قول من نیست. ایشون برای من اینو فرستاده بود، نوشته که انگشتر رضا شاه، رضا شاه روحت شاد، اگر ایران ما متلاشی نشود نسل های آینده با مطالعه و مرور تاریخ ایران تو را به حقیقت خواهند شناخت. من برای ایشون نوشتم ای خاک بر سر ملتی که افتخار من و شما یه رضا شاه باشه، یه شاه باشه، یه مصدق باشه، یه امیر کبیر باشه، نه همه ملت. ایشون چون اهل ادبیات هست برای من سفسطه کرده، نوشته آقا پس مردم فرانسه هم نباید به جنرال دوگل بنازن. میگم آقا این که اصلا قیاس به چی میگن چیزی نیست، بالفارق میگن چی میگن، من میگم بذارن اسم فرودگاه بذارن چارلز دوگل که چقدر هم فرودگاه بدیه، اسم یه میدانی رو بذارن میدان نمیدونم رضا شاه، میدان شاه، ولی هی نگید ما همه خنگ بودیم، احمق بودیم، بابای ما نادان بوده، فقط رضا شاه میفهمیده. تفاوت شما آقای سهیلی نازنین با مطهری که میاد میگه پدران ما احمق بودن چهارشنبه سوری رو جشن میگرفتن چیه؟ شما که پدرت اینقدر دانشمند بوده، زحمت کشیده، مهاجرت کرده، درس خونده، میای میگی که فقط رضا شاه آدمه و پدران ما آدم نبودن، چه تفاوتی شما داری با مطهری؟ اینو برای من توضیح بده بعد از
مراسم کفن و دفن همسرت. بازم من تعجب میکنم که شما چجوری تو این ایام میتونید خودتون رو جمع کنید و بشینید ایمیل بفرستید، عکس درست کنید. البته میدونم بعضی وقتا این دوران گریف یا به اصطلاح سوگواری، آدم هنوز تو شوک زندگی میکنه، هنوز باورش نشده، هنوز وقتی میخوابه صبح دلش میخواد که برادرش زنده باشه، بیدار که میشه دوست داره باباش زنده باشه. امیدوارم در هر صورت اگر اینجوری شما به این سادگی قبول کردید، بیاین به ما هم یاد بدید که مرگ عزیزان، از دست دادن عزیزانمون، مریض شدن عزیزانمون چجوری قبول کنیم که بابا این هم یک بخشی از زندگی است. و اما یه دوستی از کانادا برای من یه ویدیویی رو فرستاده که صحبت میکنن کراس تاک، این یعنی مثل مناظره نیست، یه مقدار از مناظره بالاتره، بحث و گفتگوه. و اینجا یه برنامه بود به نام کراس فایر که یعنی خط آتش، که دوتا میمدن از دموکراتا، دوتا میمدن از دموکراتا، دوتا از ریپابلیکن ها بحث میکردن. برنامه جالبی بود، شما تو این نوع برنامه ها زودتر و بهتر میفهمید. ضمناً یکی از دوستان برای من نوشته بود که آقای مصطفی زاده که گفته که من میخواستم سوال کنم آقای احمدی حالا نیست، خب آقای مصطفی زاده بگو با آقای احمدی تماس بگی، برنامه برای ایشون بگی، بعد بیای تو برنامه اون صحبت کنی. دوستان اینا رو من صد بار گفتم، این دوستان اگر حرف من رو گوش میدادن، ما الان یه برنامه داشتیم، برنامه من که تموم شد، برنامه حسین، کوروش، داریوش، اون میمد، اون خودش بود. شما یادتون نیست، برید ببینید، هم الان چون گفتم کوروش و داریوش، برید ببینید، یه کوروش دوست ما بود، میخواست مناظره کنه با آقای محمد تیرانداز، هم شهری و هم استانی ما. آقا ما خودمون یه هفته کشتیم، این آقای محمد تیرانداز که خودش استاد سیاست، تکنیک، همه چی میدونست، نتونست با اسکایپ بیاد رو برنامه. اینقدر هم ادعا میکرد، هر روزی هر کی زنگ میزد این یا بهش فوش میداد یا بهش متلک میپرون که اینا احمقن، نمیفهمن، تکنولوژی بلد نیستن، من هم ماشین میفروشم هم تکنولوژی بلدم فلان. خیلی کار مشکلیه. اون وقتا میگفتن باید بیای خودت وایسی پای نمیدونم این کاسه یا تشت خمیر، بعد وایسی نون بپزی تا ببینی یه نون که میخوای بپزی یا یه نون که میخوای بخوری چقدر زحمت داره. در اصل این ویدیو هم ویدیو جالبی بود که چند نفر، 4 نفر توش مصاحبه میکردن. و من امروز هم باز گفتم اون خانم ایمی گودمن رو گوش میدادم، درست داشت میگفت که اشتباهات دولت‌های بزرگ مثل آمریکا چگونه دنیا رو ریخته به هم. البته خودشون باز میگفتن که اگر اینها حسن نیت دارن و میگن که ما میخوایم دنیا رو درست کنیم، پس اون کارهایی که کردن اشتباه بوده. اگر حسن نیت ندارن، حالا ما میفهمیم که با نقشه چجوری دنیا رو ریختن به هم. دوستان بذارید من یک جرعه آب توی این لیوان آلمانی بنوشم، بعد براتون ماجرای این لیوان رو تعریف کنم. اولا یه چیزی که من از آلمان خوشم میاد، روی لیواناش مینویسه که 0.5 لیتر، 0.3 لیتر، 200 میلی لیتر، اینجور. بعد ما توی این ماهی که رفته بودیم سپتامبر و اکتبری که رفته بودیم آلمان، به دلیل اکتبر فست هتل هیچ جا گیر نمیمد و هر جا هتل میگرفتیم توی دعات دور افتاده و اینها بود. خب ما ماشین داشتیم و آلمان هم بزرگ نیست که دیگه، شما از 15 دقیقه از این فرودگاه میری این ور شهر، اون ورش ده، میری تو دهات. وقتی هم ما میگیم دهات، مثلا دهات ایران که نبود، که همه وسیله و مترو و اینها بود. و یکی از این شبایی که توی هتل میریم، معمولا تو لابی میشینی، اتفاق فوتبال ایرانی، فوتبال آلمانی نشسته بودن نگاه میکردن، اون هتل آبجویی که سرو میکرد، میدونید که هر هتلی بستگی به دیلی که بهش میدن میاد اون یه دونه آبجو یا دوتا آبجو رو انتخاب میکنه. این آبجوی بود، نمیدونم وایهن ستفن. اولا تاریخش اینجا مینسن سینس، اونجا مینسن سایت، 1040. این کارخونه از سال 1040 میلادی داره آبجو میسازه، یعنی 1011 سال هست داره آبجو میسازه. و ما اونجا که بودیم
وقتی میگی آبجو، ازت میپرسه که کوچیک میخوای، نیم لیتری میخوای، چقدر میخوای؟ این نیم لیتر. و یه دونه آبجو نیم لیتری بزرگ ایران قشنگ جا میگیره تا اینجا، اینجا باقیش برای کفشه. بذار من اصلا عکسشون هم نشون بدم که یه تبلیغی هم برای اینها شده باشه. اسمش هم شما بنویسید اگه خواستید، ببینم میتونم پیداش کنم. خدایا ما این عکس ها رو میگیریم، بذار ببینیم اینه. بله بابا، یه دفعه هم کارمون درسته خودمون باورمون نمیشه. خب اینه، تو این هم لیوانه پیداست، هم اسمش پیداست، همه چیش بهتر و بهتر. اجازه بدید. بله بله، میخوام بهتون بگم اونی که به من میگه آقای سربی نوار شیرازی شنیدم، چند دیویدیشو باید بخرم، به من بگید تا پول بفرستم. میگم آقا نمیخواد، من براتون این رو الان میفرستم، منتظرم، نمیخواد باشه. شما هم هر قدر دوست داشتید همت عالی به تلویزیون کمک کنید و دیگه میره اون نواره رو دانلود میکنه ولی دیگه ازش خبر نمیشه. این تفاوت ما با مردم آلمانه. ما اون شب که جای شما خالی، به سلامتی شما، این آبجو رو نوشیدیم و واقعا هم به همین شکل وقتی بهت میده، این تا اونجایی که نیم لیتره، بعد باقیش کفه که آب آلمانی ها اونجوری میریزن که کف کنه، چون میگن اگه کف نکنه اون وقت توی دلت این گازا دل درد میگیری. آمریکایی ها برعکس میگن باید لیوان خیلی سرد باشه، شیشه رو کج میگیرن که بریزه. اولا این تبلیغ از نظر من یه اشکالی داره، این تبلیغه با سر این شیشه باز باشه، شیشه هم خالی باشه، چون نشون داده یعنی این ریخته شده تو این. عیب نداره، ما حالا به بزرگی شما میبخشیم. اونجا که بودیم، این بایر مونیخ استیت و بایر و اینها میدونید، باوریان استیت بروری، این مال خود اون منطقه مونیخ هست، یا اونها میگن مونشه. بعد اینا تو آمریکا نمایندگی دارن میفروشن، بزنید توتال بیوریج یا توتال واین، داره اتفاقا من زدم همین نزدیک به یه مایل، کمتر از یک مایل اینجا هست، همین ویکند میرم یه دوتا بسته ازشون میگیرم. حالا چرا من دارم وقت شما رو میگیرم، وقت خودم هم میذارم؟ به این میگن واین هن شتفان یا اشتفان، و اسم مشکلی هم داره توی آبجو، ولی نوشته پریمیوم باوریان. دیگه وقتی کسی بیشتر از 1000 سال داره آبجو درست میکنه، حتما میدونه که چی درست میکنه. اونجا که نشسته بودیم، اون خانمه پرسید کوچیک میخوای یا بزرگ میخوای اینها. من به شوخی بهش گفتم نگاه هیکل من بکن، آبجو کوچیک اصلا به من میخوره. خندید، آبجو بزرگ ما داد. خیلی هم ارزون بود، مثلا 4 یورو آبجو تو هتل، خب اونم نیم لیتری، خیلی ارزون بود. خلاصه بعد بهش گفتم که این لیوانه خیلی قشنگه و توی دست خیلی خوب جا میگیره. میدونی که الان یه مدت دیگه اون ماگای بزرگ اینجوری درست نمیکنه، فقط توی حالا توی مونیخ میبینید که اینم دست میکنن داخلش، اینها همینجا همه برگشتن توی لیوانهای معمولی آبجو رو سرو میکنن. به اون خانمه گفتم که این خیلی خوبه، اینجاش سنگینه، امکان افتادن نیست، وقتی یه کسی یه کمی مست میشه میذاره و اینها، و اینم خیلی قشنگ توی دست جا میگیره. این دسته میله ورزورخونه و اینا اگه دیده باشین اینجوریه، وسائلی که درست میکنن، فرغون، بیل، اینا همه چیز رو میسازن که شما دستت رو که میبندی بهش، قشنگ این رو به اصطلاح گریپ اینجوری ببنده. و گفتم این خیلی خوبه، اگر این توی آمریکا بود من از شما این رو میگرفتم میبردم، چون من دوست دارم این لیوانا رو داشته باشم. خانمه گفت که خب حالا میتونی ببری. گفتم که نه، هم میشکنه هم حوصله چیز ندارم. اینا رو بعضی هاشون میفروشن، بعضی هاشون رو بهتون میدن. اگه بهتون دادن لطف کنید 2 دلار 5 دلار به طرف تیپ بدید، چون اینا اینقدر میشکنن اونجا، ولی وقتی به شما میده انتظار داره شما یه مقدار تیپ بیشتر بدید. خلاصه گفتم نه خیلی ممنون و اینها. بعد گفت که میدونی در حقیقت این نماینده این آبجوه و این برای ما امروز مثلا 36 تا دیگه از این لیوانا آورده. بعد گفتم خب خیلی ممنون. بعد به اون طرف به آلمانی توضیح داد که این از آمریکاست و این لیوان شما رو دوست داشته و میگه اگه تو آمریکا بودم من این لیوانا رو از شما یا میگرفتم یا ازتون به عنوان کادو میگرفتم و میبردم به اصطلاح برای خودم. اون آقایه
گفت که یک کارت ازش بگی من براش 6 تا میفرستم. من بهش گفتم آمریکا، گفت اوکی برات پست میکنم میفرستم. گفتم خب بعد برام 2 تا بفرست. امروز که به شما صحبت میکنم پستچی که آمد دیدم این کارتون رو یواش روشم نوشته فرجل، یعنی شکستنی، گذاشت پشت در چون توی میل باکسمون جا نمیگرفت. وقتی بازش کردم دیدم قشنگ با پوشال و از این چیزایی که بهش میگن پینات، مثل بادام زمینیه ولی یه چیزای از جنس کاوچو یا چی بهش میگن، از جنس اون هست، بسته‌بندی کرده و فرستاده. خداییش شما که فرزند کوروشی چند بار تا امروز قول دادی به دوست، به یه غریبه، به یه کسی که آقا من برات فلان سی دی رو میفرستم، آقا من برات فلان کتاب رو میفرستم، آقا من برات فلان آدرس رو میفرستم، و بعدن دو روز که گذشته گفتی بابا فلان لقش ولمون که حوصله داری؟ تفاوت من و شما اینه که امروز آخوند میاد 37 سال سوارمون میشه، صدامون هم در نمیاد، قبلش هم 37 سال شاه سوارمون بوده، قبل هم 20 سال شاه سوارمون بوده، قبلش هم قاجار سوارمون بوده. فقط هر کی میاد هی میگیم که بابا اون قبلی صد رحمت فلان، چون این خانم نیر براش نوشته بودم که خب اینجوری که شما میگی ما همش باید بشینیم اینجا و هی بگیم صد رحمت به کفندوز اولی. در صورت این آبجو حالا نمیدونم چجوری میشه من داخلش رو نشون بدم که یه چیز کاغذ سفیدی اگه بکنیم داخلش شما میتونید بخونید دیگه، نشون دادم اسم خودشو، اینم وقتی اینجوری نشون میدم شما بعد میتونید برید ببینید کو یک اینجا برید ببینید. اگه اهل آبجو هستید و دوست دارید آبجوهای مختلفی رو امتحان کنید، یا مثل بعضی ها نیستید که از روزی که آمده آمریکا آبجو مثلا میلواکی د بست خورده یا بوش خورده یا بادوایزر خورده و فقط میگه آبجو همین. بعضی از دوستان دیدی هنوز تنون میگه آبجو فقط شمس، آبجو فقط آرگو، آبجو فقط مجیدیه. چرا؟ باباش مثلا آبجو مجیدیه دوست داشته. خب این چه تفاوتی داره با اونی که بچهش مسلمونه؟ میگه چرا؟ میگه برای بابام مسلمونه. برید امتحان کنید جای مختلف ببینید چی دوست دارید. اینم از این ماجرا، اینم تبلیغ مجانی ما برای این آقای آلمانی که مسئول پخش این به اصطلاح آبجو بود برای اون رستوران و این رو برای ما پست کرده و منم آدرسش رو نگه داشتم. یه تنکیو کارت براش بفرستم، یه کارتی که من از اینجا بفرستم برای آلمان. من دو تا حالا تمبر پستی میدم، تمبر هنوز میگم، تمبر پستی که بزنم میشه یه دلار خورده، ولی اون طرف میگه که بابا اونم شعور داشت، من که براش فرستادم اونم جای دیگه رفت صحبت کرد، ساکت نمیشینه بگه اینم مثل اون مردی که خارجی چیز نمیکنه. دوستان چیزای خوبی که بهتون میرسه اونها رو نگه دارید. این شعرها رو ما فقط حاضر نکردیم مزخرف بگیم لقمان حکیم 300 سال شفا میداد. این چه حکیم و لقمانی بوده که بعد از 300 سال تازه فهمیده که درد همه رو محبت دوا میکنه. گفت دیگران کاشتند و ما خوردیم. البته میدونم شعار ما اینه که ما میخوریم دیگران بکارن. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. برگردیم به برنامه لایف، ساعت 3:16 است، 44 دقیقه دیگه آقای حسن ارشاد از ایران برای شما برنامه پخش میکنه و شما هم میتونید از هر جای دنیا با هر شرایطی برنامه پخش کنید. اون وقتا یه تبلیغی میذاشت میگو که شما اگه تلفن داشته باشی میتونی وکیل داشته باشی، الان عوضش کرده میگه شما اگه تلفن یا کامپیوتر داشته باشی میتونی وکیل داشته باشی، شما اگه تلفن داشته باشی میتونی برنامه تلویزیونی داشته باشی، کامپیوتر داشته باشی خب برنامه تلویزیونی بهتر، اسکایپ داشته باشی دیگه بهتر و بهتر. خب انگشتر رضا شاه رو هم دیدیم. من نمیدونم اصلا این مدل انگشتر اون موقع مد بوده، چون این مثل مدل کالج ها میمونه، مدل های کالج آمریکایی. تو ایران که ما از این اوضاع چیز نداشتیم، کالج اون انگشتر به اون بده، نمیدونم از این روب، نمیدونم لباس ابو علی سینا بپوشیم، از این چیزا که نبود. گزارش رادیو راه کارگر از گوتنبرگ، گویا یک یادمان اینها گذاشتن و این دوستان هم داد طبق معمول ما براشون مینویسیم که اگر میخواین این ویدیو، این نشست، این رو به اصطلاح ما براتون توی تلویزیون مردم پخش میکنیم، شما هزینه کمی باید پرداخت کنی
معمولا هم اینها میگن که نه آقا ما خودمون خیلی بیننده داریم. خب به سلام. دموکرات ها اجرایی شدن توافق جامعه اتمی ایران را جشن گرفتند. روزنامه پولیتیکو روزنامه نیست، فکر نمی کنم چاپ بشه، چاپ واشنگتن گزارش میدهد، شاید هم چاپ میشه، من فقط از اینترنت خبر دارم، ببخشید نمیدونم، یکی برای من بزنه ببینه روزنامه چاپ میشه، چون اینجا نشته روزنامه پولیتیکو چاپ واشنگتن. البته میدونید دیگه وقتی که شما عادت کرده باشی حتی روزنامه ها یا نشریات اینترنتی هم شما میگی مثلا چاپ فلانجا اینجوری، در اصل که چاپ نیست. شما میدونی الان فیلم برداری هنوز میگی که رول د کامرا، یا میگه 1 2 3 کامرا از رولینگ، در صورتی که هیچ چیزی دیگه اونجا فیزیکلی نیست که رول کنه بچرخه، ولی میگن. بله برگردیم به این موضوع. دموکرات ها اجرایی شدن توافق جامعه ایرانی اتمی ایران را جشن گرفتند. روزنامه پولیتیکو چاپ واشنگتن گزارش میدهد که دموکرات های کنگره در جلسه خصوصی اجرایی شدن برنامه جامعه اقدام مشترک توی پرانتز برجام که میان قدرت ها و ایران امضا شده را جشن گرفتند. یک شنبه به عنوان روز پذیرش توافق هسته‌ای ایران شناخته شد که با دستور رئیس جمهور آمریکا از حزب دموکرات برای آمادگی جهت لغو و توقف اجرای تحریم‌های هسته‌ای ایران در روز اجرای توافق همراه بود. اتحادیه اروپا هم گام مشابهی برداشت. من این الان برجامی که دیدم یادم افتاد این دیروز همین عقب افتاده تیمور لنگ با اون عقب افتاده شاگرد پادوک آقای نوری علا صحبت میکرد و میگفت همون جوری که ما قبلا هم پیش بینی کردیم و بیشتر پیش بینی های ما درست در اومده، اینها یه اسمی، من گفتم یه اسمی برای این درست میکنن که مردم نفهمن. همچین اصلا اینجا خندم گرفته بود، میخواستم به این دوست مشترکمون تماس بگیرم پرش پیغام بذارم بگم آخه تو رو خدا به این بگو که تو که این جام اطلس میگن چی میگن داری، یا این گلوله کریستال رو داری، جام کریستال و جام جهان‌نما رو داری و آینده همه رو میبینی، همیشه وقت احمق میگه تصادفاً این بار هم درست گفتیم. اگر این بار هم درست گفتی تصادفاً نیست، ما بگیم مثل همیشه این بار هم درست گفتیم. چرا آینده خودت رو تو این نمیبینی که در به در شدی از اینجا به اونجا، از این دوشک فروشی به اون دوشک فروشی، از این نمیدونم خونه به اون خونه، پدرخانه و مادرخانه و اینها، از این استوریج به اون استوریج، چرا تو این جام جهنم ما خودت رو نمیبینی بیچاره؟ و آقای مونتی میگی که آقا ولشون کن، حالا چه کار داری؟ خب بله، آوا اسوسییشن که برنامهشون رو دیدیم، اینجا یک لینکی من گذاشتم ببینم چرا این لینک رو گذاشتم، حتما یه موضوعی بوده که میخواستم در برنامه برای شما صحبت کنم. نوشته محل اختفا، بعد خط فاصله، مردم محرم رجوی نیستن. این جالبه، روی فیسبوک هم گذاشتم، مخصوصا از اونایی که به من میگه آقا حالا که با اینا صحبت میکنی ازشون بپرس که رجوی کجاست. آقا رجوی وقتی قایم شده نزدیکترینشون که آقای فیلابی و اینها هستن به من میگن آقا این رفته کنار که خانمش مطرح بشه، آقا این رفته کنار بیا جلو که بزنن بکشنش، اینجوری میگن دیگه. از این بنده خداها که یا اعضای ساده ای بودن یا حتی اعضای بالایی هم بودن، خب از دست اونها هم قایمه دیگه. ولی این مقاله رو حتما بخونید، روی فیسبوک من هست، روی کانون آوا هم هست، چون من از اونها برداشتم. محل اختفا، مردم محرم رجوی نیستند و او از آنها میترسد. وسلی مارتین، فرمانده سابق کمپ اشرف در عراق در زمان اشغال آمریکا، در پاسخ سؤالی فاش ساخت که مسعود رجوی زخمی شده بوده ولی حالا زنده است و در فرانسه میباشد. بدین ترتیب آمریکایی‌های تو پرانتز توی گیومه نوشته خیانتکار، محل به اصطلاح اختفای رهبر عقیدتی را لو دادن و همه نقشهایش را از این قایم بوشک بازی کودکانه نقش بر آب ساختن. حالا باید صبر کرد و ببینیم که آیا رجوی و دار دسته جرأت دارند به این خاطر به آنها هم بگویند مزدور رژیم یا نه. تا اینجا که هیچ یک از سایت های مجاهدین که حتی سرفه و عدسه آمریکایی ها را هم پوشش میدهند از انتشار این جلسه و این افشاگری مهم خودداری کردند. تا
تحریریه صدا، وبلاگ صدا، پنجشنبه 22 اکتبر هم این هست، هم پایین چیزی که میری ویدیوش هم هست، ویدیوش هم میتونید ببینید که گویا یکی از این جلساتی که اینها میذارن و توی معمولا مجلس صحبت میکنن، دوست کیه، دشمن کیه، و معمولا آقای جعفرزاده هم مثل انتر اونجا میره نشون میده جای دوست اینجاست، جای دشمن اینجاست، بعد وقتی عوض میشه این میچرخه، چون جای دوست دشمن که عوض نمیشه، این فقط سر و ته میشه. توی اینها گویا حالا یا خواسته یا نخواسته، آقای محمد کرمی توی برنامه قبل از برنامه من گفت حتی این رو هم گفتن که باز بگن که این زنده است و هستش، و الا آمریکا هم اینجوری چیز نمیکنه، بدون چی میگن، ما شیرازی ها میگیم بی تور به آب نمیزنه، نمیدونم شما چی میگی، بعضی ها میگن بی تا به آب نمیزنه، نمیدونم. کاکا جون، پدرم میگفت برای شناخت مردم یا پول قرض بده یا مسافرت و یا باهاشون عرق بخور. خب من چون عرق نمیخورم، من میگم برای شناخت مردم یا باهاشون هم سفره بشید یا باهاشون هم سفر بشید، اون وقت میشناسشون. خدا رحمت کنه پدر شما رو اگه خدایی وجود داره، اگرم نه روان شاد یادش گرامی بود. کاکو جون، اون یکی نوشته بود، آهان این همین بود که براتون خوندم، که پتروس میگه بابا من اولش هم درست نوشته بودم ولی اون من رو به اشتباه انداخت. و اما در مورد انتخابات جدید اینجا، من از خانم شایسته الهام خواسته بودم که ایشون لطف کنه و برای ما بنویسه که نظرش درباره انتخابات جدیدی که در کانادا انجام شد چی هست، و ایشون لطف کردن و نوشتن مرسی از اینکه نظر مرا خواستید. راستش را بخواهید از حالا آدمهای متخصص هم نمیتوانند نظر بدهند، چه برسد به من. ولی میتوانم با این معلومات نزیاد خودم بگویم که همین که هارپر رفت همه خوشحال هستن، همه خوشحال نیستن، طرفدارای اون نیست، خیلی ها خوشحال هستن. این اواخر همه با نظرسنجی ها فکر میکردن که نکنه این عوضی 4 سال دیگر ماندنی بشود. زمستان پارسال این آقا با یه اکیپ حزب محافظه‌کار به اسرائیل رفتن و بعد از برگشتن در خبر سی بی سی من شنیدم که گویا وقتی این افراد میخواستن عکس بگیرن به همدیگر میگفتن که انتخاب دوباره خودمان را با این عکس ها در اینجا تضمین کردیم. جاستین ترودو قولهایی داده، یکی از آنها بیرون آوردن نیروهای کانادا از سوریه است. حالا تا چه حد موفق شود هنوز معلوم نیست. البته در کنار این گفته نیروهایمان را برای تربیت نگه خواهیم داشت. آها، میدونید که دو حالت داره وقتی نیرو میفرستن به این کشورها، یه سری میگن این که این رفته که با اونها بجنگه، یه سری میگه این رفته که نیروهای عراقی رو به اصطلاح آموزش بده یا تربیت کنه، هر چی که اسمش، که خودتان میدانید چه معنی داره. در این انتخابات 68% از مردم شرکت داشتند، حدود 10-12% بیشتر از 4 سال پیش. دلیل آن یکی همان کنار زدن این زالو بود که مردم به قول خودشان استراتژیکی رأی دادند، و دلیل دیگر هم که شاید جوانها در این انتخابات شرکت کردند، قول ترودو برای قانونی کردن ماریجوانا بود. البته این نظر من است. حالا هم مانده است که چطور خواهد توانست این کار را انجام بده. حزب سوم که در 4 سال گذشته حزب رسمی مخالف بود، چون تعداد آنها بیشتر بود، نظرات بهتری داشت که نتوانست حتی به اندازه گذشته رأی بیاورد و باز در وضعیت حزب رسمی مخالف باقی میماند. و الان حزب مخالف به طور رسمی همان حزب محافظه‌کار است. شاید در آینده بتوانم با کسب اطلاعات بیشتر بنویسم. مرسی از شما. من از شما ممنونم. و اما همینجا هم آقای، اولا این ترتیب انتخابات ریپابلیکن ها، جمهوری خواه ها و چیز به هم ریخت. این آقای ترامپ شور حال حسینیشو از دست داده، مردم رأی که میدن. الان بن کارسون رو، دکتر مغز رو آوردن، اون بیشتر الان توی پول توی دموکرات ها، توی ریپابلیکن ها، جمهوری خواه بالاست. ولی در رابطه با دموکرات ها، مخصوصا وقتی که آقای جو بایدن گفت من رئیس جمهور نمیشم، الان شانس خانم کلینتون بیشتره تا یه حدی.
آقای برنی سندرز خیلی قشنگ توضیح داد، گفت معمولا وقتی این جمهوری خواها مجلس رو میگیرن، کاخ سفید رو میگیرن، سنا رو میگیرن که مردم رأی نمیدن، خسته میشن از این همه دروغ، رأی نمیدن، و معمولا وقتی دموکرات ها اینها رو میگیرن که مردم رأی میدن. حالا هم خواهش کرده که بیان رأی بدین، منم که الان چند سال تصمیم گرفتم رأی ندم، نوامبر سال آینده میرم و با آقای سندرز اگه تا اون روز سکته نکرده باشه، نمرده باشه، چون بنده خدا مسنه، این هفته دیدم موهاش یکم شونه کرده بود، بهش رأی میدم، چون چیزایی که میگه خانم شایسته دقیقا همین چیزایی که این آقا هم گفته. و اینها درسته که همه چیزی رو که میگن خود ما هم میدونیم که نمیتونن عملی کنن، باز اقلا سمت و سو همین که گفتن، میگن وصف العیش نصف العیش، همین اقلا دل مردم رو خوش میکنه و از اون جنگ و کشت و کشتار و اینها یه مقداری مردم حالتشون عوض میشه. از شما ممنون. بله آقای بهروز عزیز از کانادا، پتروس پتیک خودمون یا پتریک برد نوشته که در مثل مناقشه نیست، ناراحت نشدم از بهروز، ولی در تهران به افراد هندیمن میگفتن استاد همه فن حریف. بله کرکس ها در سرمایه‌داری فاجعه، این رو هم باز خانم شایسته الهام در نشریه هفته نوشتن که یه اشکال غلط، یه غلط املایی هم توش بود، من به ایشون گفتم، ایشون گفت متاسفانه چون این چاپ شده دیگه نمیتونن تصحیح کنن. حالا معمولا میدونید توی حروف چینی اون وقتا اشتباه میشد، البته حالا درسته که حروف چینی دیگه نیست، ولی خب بالاخره تایپ کردن هست، همین تایپ کردن رو اشتباه وقتی میکنن بهش میگن تایپو، یعنی اشتباه لپی، اشتباه توی حروف چینی. اگه نگاه کنین ممکنه خیلی از شما ببینید چون چشمتون عادت کرده اصلا این رو تشخیص ندید، ولی من چون برنامه دموکراسی ناو رو نگاه میکنم این رو فوری دیدم که توی گیومه نوشتن موکراسی ناو. کرکس ها این هم مال 29 مهر چهارشنبه، همون موقعی که ما برنامه داشتیم، این نشریه، حالا من نمیدونم این نشریه فیزیکلی چاپ میشه پخش میشه یا فقط اینترنتی هست، این رو هم اگه ایشون لطف کنن به من بگن ممنون و متشکر میشن. خانم شایسته الهامی نوشتن که ترجمه اون برنامه رو برای من و شما نوشتن، من به نوبه خودم ممنونم، اگه شما هم انگلیسی بلد نیستی میتونید ترجمه های ایشون رو بخونید، با ایشون تماس بگیرید، و این کار مشکلیه که بشینن یه برنامه رو گوش کنن بعد ترجمه اونو برای من و شما بنویسن. ایشون نوشته زمانی که فاجعه طبیعی مثل زلزله و یا مصیبتی دست ساخت انسان مثل جنگ رخ میدهد، چه کسانی از آن بهره میبرند؟ خانم ایمی گودمن در برنامه دموکراسی ناو، یعنی حالا مثلا دموکراسی حالا میخوام، مصاحبه ای انجام داد با آقای آنتونی لیونشتاین. این مصاحبه درباره کتاب تازه منتشر شده ایشان بود که سرمایه‌داری فاجعه یا Disaster Capitalism نام دارد، که فیلم مستندی بر اساس این کتاب در حال ساخت است. آنتونی لیونشتاین و تور نویتر با شرح وقایع در این کتاب و فیلم مستند نشان می‌دهد که کمک بین المللی و سرمایه گذاری هنگام بروز فاجعه ها مثل زلزله هایتی و یا جنگ افغانستان تا پاپوا در کینه نو حتی فراتر عمل می کند و چگونگی آن را مورد تحلیل قرار می دهد. این عکس جلد کتاب هست، اگه کسی انگلیسی می دونه و می خواد کتاب را به انگلیسی داشته باشه، Disaster Capitalism Making a Killing Out of کاتاستروفی. کاتاستروفی میدونی فاجعه رو میگن، کاتاستروفی. آقای آنتونی به نقاط مختلف دنیا مسافرت کرده و تمام این شرکت ها را مورد بررسی قرار میده، شرکت هایی نزدیک هالیبرتون، شرکت دیک چینی معاون آقای جورج بوش و یا شرکت های دیگر مانند G4S و یا سرکو و
و به این نتیجه میرسد که تمام این شرکت ها از نتیجه بالا و از نتیجه بلا و آفت نازل شده بر مردم بیچاره به پولها منافع هنگفت میرسند. او شر میدهد که این شرکت ها مقاطع کاران خصوصی خود را به مناطق جنگی میفرستند تا آنها ساختمان هایی بسازند که از آن ساختمان ها برای نگهداری زندانی ها، پناهندگان و پناهجویان استفاده کنند، و وقتی که کمک های مادی در یک محل تمام می شود به محل دیگری می روند. در آنجا افرادی که طرفدار کسب و کار هستند برای توجیه کارشان نام دیگری به نام بهبود و یا بازاریابی انتخاب کردند. او میگوید این تحقیقات باعث شد که تا به خیابان‌های هیتی و یا به کوههای افغانستان و همینطور به جنگل‌های انبوه پاپوا در گینه نو بروم. در این کشورها مردمی را دیدم در حال کشمکش برای بهبود وضع جامعه خود بودند، در حالی که سیاست دیگری برای منافع خارجی عمل می‌کرد. این مقاله ها و اتفاقا تو برنامه خانم ایمی گودمن هم من باز دیدم که شنیدم که یک آلمانی رو آورده بودن که 5 ماه اگه اشتباه نکنم زندان گرفته بودن اینها، و اینم این زندان ها یعنی فکر نکنید اینها که میرن اونجا به اصطلاح ساختمون هایی مثل والت دیزنی و نمیدونم شاپینگ مال و اینها میسازن، اینها ساختمون های خیلی ساده که درآمدهای خیلی زیادی برای اینها داره و بعد از اونم استفاده‌ای برای مردم اون منطقه نداره. و شما الان اگر برید فیلم ها رو ببینید، همین آمریکا وقتی که از افغانستان و عراق میاد بیرون اونجا رو چیزا رو داغون میکنه که اینا رو حتی استفاده نکنن، و اونایی که اونجا با دولت رابطه دارن اونجا معاملات خوبی انجام میدن، پولهای کلونی میگیرن. و بارها بهتون گفتم یک بطر آب رو که من و اینجا من و شما بعضی وقتا اینا رو حتی به ارزونی 10 سنت یا 25 سنت میخریم تا 7 دلار 10 دلار به سربازای آمریکا میفروشن. سرباز آمریکایی که از جیب خودش پول نمیده، مالیات من و شماست که اونجا خرج میشه، ولی تفاوت 7 دلار سود 7 دلار و 10 سنت یه بطری آب رو، یک بطری نه پلاستیک آب رو کی میبره؟ آقای چینی، آقای بوش، دختر چینی و دیگران. و دنیا رو اینها تبدیل کردن به یه زندان بزرگی که کلیدش دست اینهاست. از خانم شایسته الهامی تشکر میکنم، از ایشون دعوت میکنم که اگر وقت میدونم وقت ندارن چون خیلی الان گرفتار هستن، و اگر یه روزی وقت کنن این نوشته هاشون رو اگه به صورت آدیو در بیارن، اولا یه دیجیتال آرشیو بسیار خوبی برای خودتون خواهید داشت به زبان فارسی، بعد من میتونم مثلا عکس این کتابه رو بذارم صدای شما هم پشتش باشه و یه چیز قشنگ و جالبی خواهد بود برای نسل ما، برای نسل بعدی. و به نظر من این کارا رو بعض وقتا ما انجام نمیدیم. من در سفری که کردم آلمان 2-3 جا که زندگی کرده بودم نتونستم پیدا کنم و افسوس خوردم که چرا من اون موقع که اینجا بودم از خیابونا عکس نگرفتم، اسماشون رو ننوشتم. هنوز بعد از چند هفته که از اونجا اومدم دارم هی توی مدارک سال 84-85 هم میگردم که من ببینم در هوخهایم آلمان من در کدام خیابون زندگی کردم، چون بعد از 32 سال که برگشتم اونجا وقتی میرفتم من یادم ایستگاه بانهوف اینجا بود، میرفتیم از تپه بالا. دوستانی که تو آلمان هستید اگه نزدیک فرانکفورت هستید برید هوخهایم، یه شهر کوچولوی خیلی زیباست، یه کلیسای خیلی قشنگی اون بالا داره، خود شهر همش مزارع انگور، تو رو خدا اگه میرید از انگوران نکنید نخورید، میگیرن پدر صاحب بچه رو در میارن. در هر صورت ما میرفتیم برای که نزدیک بشه از بغل قبرستون میرفتیم. این دفعه وقتی رفتم دیدم اصلا اونجا ساختمون جدید شده، چی میفروختن؟ کباب ترکی و پارکینگ و اینها. دیگه بعد از اون نمیدونستم چجوری باید برم به اون خونه ای که ما شب و روز میرفتیم پیاده با دوچرخه میرفتیم. یاد آقای اسحاق بختیاری هم به خیر فوت کرد، ولی اونجا چرخکنه ها رو که میذاشتن کنار خیابون ما میرفتیم ور میداشتیم، مثلا یه چرخی زنجیرش افتاده بود صاحبش دوست نداشته، البته بعضیاش هم دیگه زنگ زده بود یا ما خبر نداشتیم، مثلا کریسمس لابد برای خودشون میخریدن، نواشون رو ور میداشتن تو خونه، کنه ها رو میذاشتن کنار خیابون، ما ور میداشتیم. یه مدتی هم دوچرخ سوار شده بودیم توی آلمان، به جایی که پیاده بریم و بیایم با دوچرخه از بالای تپه از اون شهر هوخهایم تا بانهوف رو میرفتیم.
و برای برگشتن امکان دوچرخ سواری نبود، چون تپه خیلی به اصطلاح سربالایی یا آپهیل هست. روش های مبارزه با استرس، شوخی جدی، این رو فکر کنم خوندیم اون روز. آها، آدم صبور و دهنقرص و اینها پیدا کنی، قربونت برم، کجا آدم صبور و دهنقرص و اینها میتونی پیدا کنی؟ ساعت 3:38 است. من هم دیگه نمیگم با اجازتون مرخص بشم، چیزایی که براتون گذاشته بودم خوندم، برم که ویدیو آن این سرهنگ یدالله شریفی راد یا Flight of a Patriot نویسنده، اگه کسی میشناسه بهش بگی که من توی این برنامه اسمش آوردم، اگه مایل باشه مهمان ما باشه تا با دوستان بیننده و شنونده صحبت کنه. من به عنوان یه ایرانی به شما افتخار میکنم که شما ضمن این که خلبان بودید، خلبان بودنم توی رژیمای بدبخت عقب افتاده فکر میکنن که چیزی هست، و الا یه نفر میره با لودر کار میکنه، یه نفر میره خلبان میشه. تازه اونی که با لودر کار میکنه بیچاره تو سرما و گرما میره، بعض وقتا بدون جیر و مواجب کار میکنه، اونی که خلبان میشه استخدام میشه تو کلاس درس و اینها، خوب همه رو یادش میدن، بعدم میره پرواز میکنه. یعنی شما که هواپیما رو اختراع نکردید، تازه اونی که اختراع کرده برید ببینید. ما وقتی میریم نورت کارولینا رو این تپه میبینیم برادران ویل چی بودن؟ رایت، فامیلشون میدونم رایت، برادران اون چجوری دو تا چوبو چسبوندن به هم مثل کاغذک بادکنک، هرچی از اون بالای تپه انقدر اومدن خوردن زمین. تا حالا ما مثلا یه نفر خلبانه، من یادم آلمان بودیم یه نفری خلبانم نبود، این سرپرست مهموندارا بود، یه آقای سیبیلی هم بود، اینجوری فامیل یکی از دوستای ما بود. آقا این وقتی میومد انگار که مثلا این شاخ غول، حالا یا هر جای غولو، این شکسته بود و همه باید به این. گفتم یه روز به این دوستم، آقا این فکر میکنی کیه؟ یه دیپلم گرفته رفته اونجا، این شده گارسون تو هوا. گارسون های اینجا سیگار میخوان بکشن میرن پشت خیابون، نمیدونم هر وقت بخوان میرن دستشویی، هر وقت بخوان در میرن فلان. این بدبخت تو هوا گیری، چی اینقدر حفیظ افاده میکنه؟ بهش بگو آقا تمام اینایی که اینجا هستن هر کدومشون 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال بیشتر از تو درس خوندن، و اینقدر چیز نکن تا قبل از اینکه سوربی آبرو تو ببره. در صورت این هم از این. بریم دوستان، 3:40 است. از این شیرازی به اون شیرازی بریم، نوارهای آقای یدالله طارمی رو بشنویم. ساعت 4 با آقای حسن ارشاد از ایران خواهیم بود، ساعت 5 با آقای فرزاد شبستری از همین منطقه ویرجینیا خواهیم بود. از اینکه با ما بودید بسیار واقعا ممنون و متشکرم. ولی اگر من وقتی یه نفر حمایت میکنه بهش می‌نویسم، براش می‌نویسم که ممنونم که با تلویزیون مردم هستید، بیشتر ممنونم که ما رو حمایت میکنید، چون اونی که حمایت میکنه، اگه حمایت نکنه اونی که نگاه میکنه که فایده نداره. قبول دارید؟ باید باشه تا شما بتونید نگاه کنید، پس سعی کنید حمایت کنید تا باشید. مرسی و روز و روزگار بر شما خوش. به امید دیدارتون دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. و امروز هم ما گفتم دیگه من حقیقتش ندارم که از وقتم از جیبم، من ترجیح میدم مثلا نوشته های خانم شایسته الهامی رو مجانی بخونم تا اینکه وقت مجانی بدم به آقای نصر احمدی که چندین سال چندین تلویزیون در اختیارشون بود، با اون آدم های پولدار، با اون پولای 7 دلاری و این شاه و شازده و اینها، و نتونستن کاری بکنن. ترجیح من اینه، من ترجیح میدم دو تا خبر از دو نفر که امکان ندارن. یه دوست جوونی هم یه ویدیو فرستاده که از جبهه آزادی خواهان هست به نام امیر یا امیر حسین عبدی، اون رو اگه بتونیم براتون دوشنبه پخش میکنیم. باز هم ممنونم که با ما بودید، بیشتر ممنون میشم اگر حمایت کنید. روز روزگار بر شما خوش.